آرامش همان قدر برای خلق شیر ضروری است که آرد برای درست کردن نان لازم است. عشق بسیار کوتاه است، فراموش کردن بسیار طولانی. می توانی همه گلها را قطع کنی، ولی نمی توانی جلوی آمدن بهار را بگیری. پابلو نرودا با نام اصلی ریکاردو السر، متولد 12 جولای 1904، شاعر و دیپلمات شیلیایی بود. او نام مستعار خود را از یان نرودا، شاعر اهل جمهوری چک، الهام گرفت. نرودا در سن 10 سالگی خود را به عنوان شاعر معرفی کرد و برنده جایزه نوبل ادبیات در سال 1971 شد و وقتی که بعد از برنده شدن دوباره به شیلی برگشت، از او دعوت شد تا در استادیوم ناسیونال در مقابل 70,000 نفر اشعارش را بخواند. گابریل گارسیا مارکز، نویسنده کولومبیایی، یک بار از نرودا به عنوان بزرگترین شاعر قرن 20 به همه زبانها یاد کرده بود. در این بخش با سخنان همچنان اشعار وی را نیز به شما تقدیم می کنیم. پس تا آخر ویدیو با ما همراه باشید. کودکی که بازی نکند کودک نیست، ولی مردی که بازی نکند، کودکی که درون او زندگی می کرد را همیشه از دست داده و شدیداً دلش برای آن تنگ خواهد شد. دستانت را به من بده تا به آنجا حرکت کنیم، جایی که هیچ چیز در انتظار هیچ چیز نیست، جایی که همه چیز تنها در انتظار ماست. چی چیز در جهان از قطار ایستاده در باران غم‌انگیزتر است؟ دوستت دارم، همچنانه که چیزهای سربسته و گنگ را در خفا، جای میان سایه ها و جان. چنان به من نزدیکی که اگر جای نباشم تو نیز نیستی، چنان نزدیکی که دستهای تو برشانم گویی دستهای منند، و هنگامی که تو چشم میبندی منم به خواب میروم. اما اگر هیچ چیز نتواند ما را از مرگ برهاند، لااقل عشق زندگی نجاتمان خواهد داد. همیشه چیزهایی را که نداشتم بیشتر دوست داشتم، همچون تو که بسیار دوری، که بسیار ندارمت. از میان تمام چیزهایی که دیدم، تنها تویی که میخواهم به دیدنش ادامه دهم. روز جای دقیقه خودت را باز خواهی یافت و آن وقت یا لبخند خواهی زد یا عشق خواهی ریخت. هیچ وقت آدمها را با انتظار امتحان نکنید. انتظار آدمها را عوض می کند. به کسی که دوستش داری بگو که چقدر بهش علاقه داری و چقدر در زندگی برایش ارزش قائل هستی. چون زمانی که از دستش بدی، مهم نیست که چقدر بلند فریاد بزنی، او دیگر صدایت را نخواهد شنید. امشب غمگینانه ترین سطرها را می نویسم. دوستش داشتم و اونیز گاه دوستم می داشت. برای من گنج هستی تو، سرشار از بیکرانگی ها تا دریا و شاخه هایش، سپیده و گسترده و نیلگونی چون زمین به فصل انگور چینان. در این سرزمین از پاها تا پیشانیت پیاده پیاده و پیاده زندگیم را سپری خواهم کرد. عاشق تو بودن ذات من است. تمام اصلهای حقوق بشر را خواندم و جای یک اصل را خالی یافتم و اصل دیگری به آن افزودم. عزیز من، هر انسان حق دارد هر کسی را که می خواهد دوست داشته باشد. با آرامی شروع به مردن می کنی. اگر سفر نکنی، اگر کتاب نخوانی، اگر لباس رنگی نپوشی. عشق ما بیرون پشت دیوارها زاده شد، در باد، در شب، در زمین، از این روست که خاک و گل و گل و ریشه ها نام تو رو می دانند.
از میان تمام چیزهایی که دیدم، تنها تویی که میخواهم به دیدنش ادامه دهم. عشق را از یاد بردم، اما چه کنم که هنوز پشت هر پنجره تو را میبینم. هوا را از من بگیر، ولی خندت را هرگز. در میان همه آن دیگران، در میان این رودخانه تند امواج که هزاران زن از آن در گذرند، در جستجوی تو هم. مرا در میان بازوانت پنهان کن، تنها یک امشب، آنگاه که باران دهانهای بیشمارش را بر سینه دریا و زمین می شکند. اگر می خواهی همسرت عاشقت شود، باید با او با لطافت حرف بزنی و در هر مشکل کوچک با او دوانه کنی و همچنان عیبهایش را برویش نیاوری. ترکم نکن حتی برای ساعتی، چرا که قطره‌های کوچک دلتنگی به سویم خواهند دوید و دود به جستجوی آشیانه‌ای در اندرون من انباشته می شود تا نفس بر قلب شکست خوردم ببندند. به یاد خواهی آورد روز پرنده ای را خیس از عشق یا رایحه شیرین را و بازی رودخانه ای که قطره قطره با دستان تو عشق بازی می کند. از آنجایی که سخن از گابریل گارسیا مارکز شد، برایتون پیشنهاد می دهم سخنان و جملات ارزشمند وی را نیز از کانال ما ببینید. تا ویدیوی بعد شما را به خداوند یکتا می سپارم.